بله حسن آقا، تقصیر من و امثال منه که یکی مثل شما با این همه تناقض هنوز داری منبر میری از دین حرف میزنی. کدوم تناقض؟ بیا تبت بگم. برگردیم به مهر پارسال، اوایل شکلی اعتراضات مربوط به مرحومه امینی که حضرت عالی به شدت عصبانی بودی و گفتی چرا دختر مردمو تو خیابون دزدیدید؟ شما مگه خبر داشتی چی شده و چی نشده؟ ببینیم حرفای حسن آقا رو. اجازه میدادن این آقایون اینجوری جولان بدن تو مملکت؟ من توقع داشتم حداقل قوم حوزه علمیه، طلبه‌ها، دوستامو، علما، کسایی که ما این همه بهشون ارادت داریم، خاک پاشون میدونیم خودمونو، توقع داشتم آقا یه بیانیه بدید، صحبت کنید. مردم از شما توقع دارن، به خدا میرسه به شما که حرف بزنید، میرسه به شما که از دخترمون دفاع کنید. اینو گوشه ذهنتون داشته باشین. حالا ببینید حسن آقای متناقض درباره قاتلان امام حسین چجوری حرف میزنه. میفرمان که شما حق ندارید حتی فحش بدید بهشون. حسن آقا، این اسلامی که شما پرچمدار شدی اسلام رحمانی نیست، اسلام صورتیه. به تو چه ربطی داره؟ داستان‌های کربلا رو برای ما یه جوری تعریف میکنن و ما توی موضعی وای میسیم که حس انتقام جویی داریم، میخوام بریم این کوفیا رو بگیریم جر واجدشون کنیم. میگیم اینا با امام حسین زوم که دختر بچه رو کشته دیده است، با اسب پازونده دختر کشته رو چیکه بر چرا واجدش کرد؟ چه قاطی میکنی؟ اولا به تو چه؟ به یک ولی دمش که تو نیستی، کس دیگه ایه. دو خب جنایت کرده دیگه، باشه دادگاه باید بره دادگاهشون جنایت کنه، شما شکایت کنه بره دادگاه. به من چه ربطی داره؟ شما زیارت عاشورا که خوندیم بزرگوار، اونجا که درباره دشمنی با دشمن امام حسین حرف زده. فکر کنم توی درس حوزوی زیاد شاگرد زرنگی نبودی. جا داره بگم واسه ذهنیت مردم، واسه دیدگاه آدما به دین و واسه مسلمونا خیلی خطر داری حسن.